برای آینده یادتون باشه در این خانه اتاقهایی هست که نباید در اونها وارد شد. چشم کاپیتان قربان. چرا اینطور به من خیره شدید؟ برای اینکه قیافه شما به افسر نیروی دریایی نمیمونه کاپیتان قربان. قیافه شما به آموزگار هم نمیمونه. لطفا برگردید. بله؟ برگردید. کلاهو بردارید. ای باز لباسه. پیش از دیدن بچه ها باید لباس دیگه ای بپوشید. من لباس دیگه ای ندارم. وقتی ما وارد دیر میشیم تمام لباسامونو میدیم به فقیر. اینو چرا ندادید؟ فقیرها اینو نمیخواستن. میتونستم برای خودم یه لباس درست کنم. وقت نبود. من میتونم لباسامو بدوزم. بس میگم پارچه‌شو بگیرم امروز اگه ممکن باشه. خب خانم ماریا، خانم ماریا نمیدونم راه بیدر به شما چی ها گفته. چیز زیادی نگو. بعد از مرگ زنم شما دوازدهمین آموزگاری هستید که اومدید از بچه های من نگهداری کنید. امیدوارم شما بهتر از آموزگار آخری باشید. اون آخری بیشتر از دو ساعت نمون. مگه بچه ها چی میدارن قربان؟ بچه ها هیچ عیبی ندارن. عیب از پرستار ها بوده. بچه ها نمیتونن انضباط رعایت کنن. بدون انضباط هم نمیشه این خونه رو اداره کرد. اینو فراموش نکنید خانم. چشم قربان. هر روز صبح